سلام و صد تا سلام خدمت همه عزیزانی که نشستن دارن برنامه چای قمپلو رو تماشا میکنن. خیلی ممنون از همه لطفتون، مهمونای خوبی داشتیم. برنامه چای قمپلو امروز یه حال هوای خاص خودشه داره. خدمت یکی از همکارانمون هستیم که برنامه جدید رو درست کردن. قبل از هر چیزی بریم سراغ غزال جون. سلام غزال جون، خوش اومدی به برنامه خودت. سلام آقای قاسمی، خسته نباشید. سلام عرض میکنم خدمت تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی دریم لند و خوشحالم که قراره با هم دیگه یه برنامه جدید در خدمتتون باشیم. خیلی هم عالیه. این برنامه در راستای تمام برنامه پر انرژی که شبکه جهانی دریم لند برای شما انتخاب کرده، فکر میکنم امیدوارم که این برنامه مثل بقیه برنامه ها مورد توجه شما قرار بگیره. قبل از هر چیزی غزال جان، دلم میخواد که شما خود راجب خودت صحبت کنید، چون من میدونم شما خیلی تجربه خوبی توی تلویزیون سینما ایران داشتین. یه خورده سابقه و گذشته از خودتون برای ما تعریف کنید. ممنونم. البته از اون سالها خیلی وقته که داره میگذره و خب من یه مقداری دور بودم، میشه گفت یه حدود 10 سالی هستش، ولی خب سریالای زیادی بوده که بازی کردم و هستم در خدمتتون. شگست نفسی رو میکنی دیگه. نه خواهش میکنم. چند تا شعر اسم میبرین شاید بعضی رو باش خاطره داشته بشن؟ بله، یه حدود 200-300 قسمت سریال ماجرای خانه ما بود که از برنامه یه صبح بخیر ایران، که نمیدونم شما اون زمان ها ایران بودین یا نه، هر روز صبح پخش میشد. سریال صفرا بود. سریال صفرا رو یادم میاد، شما نقش اصلی رو داشتید؟ بله، من خود صفرا بودم. چند سال پیش بوده این؟ فکر کنم 15-16 سال پیش. 15-16 سال پیش. سریال بازی زندگی که در خدمت خیلی از بزرگان سینما، آقای ایرج راد، خانم پورانداخت مهینم و خب خیلی ها که اگه بخوام اسم ببرم زیاده، و فیلم های سینمایی مختلف مثل فیلم نیش و یه تعداد دیگه. خیلی خب، حالا چرا اصلا عرصه سینما و تلویزیون گذاشتین کنار؟ دلیل خاصی نداره، ولی خب گرفتاری های هر کسی این روزا خیلی زیاده و خب نشد دیگه. خوش به حال ما که شما الان تو برنامه ما هستید. خواهش میکنم، بس افتخاره. برنامه جدیدی که امروز در خدمتتون هستیم یه برنامه‌ایه که به مسائل روز شما میپردازه. بیشتر هدفش هم اینه که اخباری رو که شبکه‌های اجتماعی وجود داره کاور بکنه، نه خبرهای رسمی و جدی و سیاسی. وقتی میرین توی شبکه‌های اجتماعی، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، میبینین که یه عالم لایک و به قول معروف خیلی سر صدا به پا می‌کنه، راجب خواننده‌هاست، راجب زندگی شماست. این برنامه اسمش غزال جون؟ برنامه بدون شهر. و همونطور که از اسمش مشخصه شهر نداره آقای قاسمی. خب چیکار می‌کنیم ما؟ بسیار دوستانه راجع به مسائل روز صحبت می‌کنیم. خیلی هم عالیه. چی شد که تصمیم شد اصلا بدون شهر رو اجرا کنیم؟ فکر می‌کنم که اکثر ما ایرانی ها انقدر که از صبح تا شب سر کار و بدو بدو و اینها هستیم، وقته این که بعضیامون وقت این که بخوایم یه سری توی این شبکه ها بزنیم یا مطالعه کنیم یا بخونیم یا اینکه بتونیم با همسرمون بشینیم یه عصری چای بخوریم و این اخبار رو دوره کنیم، فکر نمی کنم وجود داشته باشه. ولی یه همچین برنامه‌ای میتونه کمک کنه به اینجور آدمایی که واقعا فرصت و وقت ندارن و خب اینطوری میتونن یکم با خبر بشن که توی این شبکه ها چه خبره، توی دنیا داره چه اتفاقاتی میفته و فکر می‌کنم برنامه خوبی در بیاد. حتما برنامه خوبی شما که اجرا کنید. خواهش می‌کنم، در خدمت شما. خیلی هم خوب. حالا چه خبره؟ خبر جدید. شما اول بفرمایید. والا اگه خبر از من بپرسید من خب راجع ملک صحبت کنم. الان گفتم برنامه باشه شاد بشه، مردم خوابشون نبره. بله دیگه. به خاطر اصلا شما رو بودیم، چون برنامه گفتگو رو که وقت برگزار می‌کنیم نصف بینندگان خوابن راجع به نرخ بهره بانکی و راجع خرید و فروش. شما حالا گوردیم میشه یه رنگ و بویی هم به این چای قمپلو هم بدین. حتی برنامه دیگه هم خواهد بود که اسمش میشه بدون شهر. توی بدون شهر چه خبر اول شما بگید؟ قرار نیست که الان خبرها رو به شما بگم، چون اون خبرها توی برنامه بدون شهر و الان فقط شرحی راجع به اون برنامه بدون شهر. الان چون منتظر بستدین که شما شرح بدین، چرا نمیدین الان؟ انشاءالله اولیش از خودتون شروع میکنیم، شما اول بفرمایید. باشه، یه خبر. خیلی خب. الان پرطرفدارترین
موضوعی که توی شبکه اجتماعی میچرخه چیه؟ سوال من رو با سوال جواب ندید. نه شب خواهد چون چیه. نه ولی جدا فکر میکنم که الان یه بازیگری الان رفته خارج، یه چند تا عکس گذاشته تو فیسبوک و توییتر. بله، خانم صدف طاهری هست که این روزها خیلی سر صدا کرده و دیگه اکثریت مردم کامنت ها، لایک ها و اکثر شبکه های مختلف الان دارن راجبش صحبت میکنن و فوق العاده داغ شده. شما موافقین یا مخالف؟ من هیچ نظری ندارم. بدین شهر قرار ما توضیح بدیم. خیلی هم خوبه. یه مسئله خیلی مهمی هم هست، این که قبلش بگم وقتی برنامه بدون شهر شروع میشه، ما قصد نداریم که یه کسی خط بدیم یا مثلا برای کسی نسخه بپیچیم، فقط این که همونجور که قضا جون گفتن، شاید همه ما وقتی میریم توی فیسبوک، میریم توی توییتر، همیشه سرمون پایینه، توی موبایل و فقط خودمون سرچ میکنیم و میخونیم و اینا، شاید فرصتی پیش نمیاد که بشینیم با یکی دیگه راجع به موضوع حرف بزنیم. میشه که سرنخی به ما میده که مثلا این خبرها رو با همدیگه شیر کنیم، با حرف بزنیم. بعضی خبرها خیلی خوبه، خیلی شادیه، انرژی میده، خوبه، اینا استفاده میشه. بله خیلی هم خوب. شما خودتون نظرتون چیه؟ فهم کنم برنامه خوبی از آب در بیاد. حتما همینطوریه. برای ما تعریف کنید ببینم چه خبر؟ والا خبر که گفتم من خیلی بیشتر مارکت و ملکم، ولی نه فیسبوکش صبح تا شب داشتم میچرخیدم. خبری که خیلی به نظر من خوب اومد و اینا خوشم اومد این بود که یه چیزی نوشته بود که یه پسر 26-7 ساله ای انگار که یه بی ام وی داشته و مامانش اینو برداشته برده رفته خرید، بعد وقتی برگشته چند تا خط رو دستگیرش داشته، طرف رفته خودکشی بکنه. واو. واقعا که بگه آقا من دیگه اصلا آبروی من میره جلو، بچه ها چجوری آقا با این ماشین دارم آقا بیان، تا براش یه ماشین دیگه نخریدن این آدم اصلا چیز داشته، قصد داشته خودش رو بکشه. عجب، فقط به خاطر دو تا خط روی ماشین. اینم تو ایران اتفاق افتاده. ایرانی بودن؟ دیگه بودن دیگه، ما اصلا خبر نداریم. خواستم ازتون این سوال اتفاقا بپرسم. واقعا نیست؟ آره واقعا اینجوری بوده. شما این خبر نشنید فیسبوک؟ نه متاسفانه. چرا حالا چیز اینقدر چشم هم چشمی زیاده؟ من تو فیسبوک نگاه میکنی کلی هرکی بچه پولدار میشه و یه خود یه عالم ماشین و خونه و اینا میذاره. بله متاسفانه الان بحث داغ در ایران همین هستش که شما میفرمایید. بله و دقیقاً به این صورته که خیلی خیلی متاسفانه من میتونم بگم چشم هم چشمی این روزا خیلی زیاده. تو فیسبوک میبینن یه سلفی میگیرن آقا با ماشین همسایه همیشه. بله که اصلا موده با مونوپارک اینجا. بله خیلی هم خوبه. پس منم بعد برم خودکشی کنم دیگه. چند روز پیش باعث اینکه منم ماشینم تصادف کرده بود اصلا به من یه ماشین اجاره دادن. که چی باشه اصلا نمیخوام بگم، ولی کلا ماشین منم بهش خط افتاد، پس من بعدم خودکشی کنم مگه بابام یه ماشین بخره. نمیشه تو فیسبوک. معمولا فکر میکنم باید مختص تینیجرها باشه. مگر من فکر نمی کنم، یعنی یه جوری به من رسونه که مثلا بالا یا سن شما. خیلی ممنون از لطفتون. خیلی فکر نمی کنم که باشه. خیلی برنامه بدون شهر اینجوریه دیگه، خلاصه بدون شهر به همه چی فرار بدون شهر هم بدون شهر. امیدوارم که مورد پسندتون واقع بشه. خیلی هم خوبه. دیگه چه خبر؟ خبر جدید این که من وقت نداشتم مثل شما از صبح تا شب تو فیسبوک باشم. خیلی. و متاسفانه خبر خاصی فعلا ندارم. و انشاءالله گذاشتم برای اولین قسمت برنامه بدون شهر که پخش شد اون موقع. این همه خبر هست، تو چرا غمپلو خبرتون رو میخوام بدون شهر بگی؟ نمیشه دیگه. حالا برنامه آره بعد بدون شهر شما موجیشی یا من؟ متاسفانه یا خوشبختانه با هم دیگه. من اینجوری خیلی من اصلا استعفا میدم چون من برنامه باید من خودم موجی باشم. شما بلند تکربی دوست داری. آره نه خیلی هم باعث افتخاری که در خدمت باشی. حتما برنامه خوبی میشه، امیدوارم که شما خوشتون بیاد. ولی راجع به موضوعاش همیشه گفتیم ما میچرخیم توی شبکه های اجتماعی که خبرهای داغ و روز رو پیدا کنیم، ولی این خبرهای شماست. شما خودتون هم میتونید بیاین توی وبسایت شبکه جهانی دریملند، یا اینکه تو فیسبوک ما خودتون بنویسین خبری دارین دلتون میخواد اینجا گفته بشه، ما در خدمتتون هستیم. البته خدمت بینندگان عزیز بگیم که مختص خبر نیست این برنامه ما، و برنامه ما به این صورته که هر دفعه میتونیم راجع به یک مسئله صحبت کنیم. و خب اگه که پیشنهادی دارین میتونید که
به سایت رسمی دریملند مراجعه کنید و خب خیلی خوشحال میشیم که از نظرات شما استفاده کنیم. یعنی تو برنامه ما نمیخوای لو بدی مردماتون؟ فعلا نه آقای قاسمی، ما سعی خودمون میکردیم که چای قمپله به هر حال یه خورده یه ذره سر نخ به دست بیاره بابت برنامه بدون شر. ولی قاسم جون معلومه که اصلا نمیخواد برنامه رو لو بده، پس منتظر شما هستیم که بیاین با نظرات و پیشنهادات خودتون به ما کمک بکنیم. منتظرتون هستیم و شما رو توی برنامه بدون شر حتما میبینیم. حرفی چیز داریم برای بینندگان عزیز؟ ممنون آقای قاسمی، متشکرم. نه دیگه، منتظر پیشنهاداتتون هستیم و امیدواریم که برنامه خوبی برای شما عزیزان اوکی بشه. حتما همینطوره، چایتون سرد نشه. خیلی ممنون از لطفتون، در خدمت هستیم و شما رو زود میبینیم. خداحافظ. خدا نگهدار.